آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید پنتاگون برنامه موشک بالستیک و همینطور برنامه هسته‌ای کره شمالی را به دقت زیر نظر دارد. کره شمالی اعلام کرده که به زودی یک ماهواره نظارتی به فضا پرتاب می‌کند. کره جنوبی این اقدام را یک تهدید بزرگ می‌داند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه هنگام بازدید از پایگاه نظامی آمریکا در ایالت کالیفرنیا گفت آمریکا ضمن هوشیاری در مورد برنامه موشک بالستیک و برنامه اتمی کره شمالی نظام دفاعی در برابر حمله موشکی پیونگ یانگ را گسترش می‌دهد. ما به طور مستمر به بهبود و افزایش تعداد پایگاه‌های زمینی رهگیر موشک‌های بالستیک در آمریکا که از کشورها حفاظت می‌کنند ادامه می‌دهیم. کره شمالی در مجهز کردن موشک‌های میانقاره‌ای به کلاهک اتمی موفق شده و ما با دفاع موشکی از خود حفاظت می‌کنیم. کره شمالی سه‌شنبه سازمان ملل را از طرح خود برای پرتاب یک ماهواره نظارتی در هفته آینده مطلع کرد. اقدامی که پس از چهارمین آزمایش اتمی یک ماه پیش آن کشور میتواند تکنولوژی موشک‌های دوربرد آن را پیش ببرد، نگرانی و واکنش‌های مخالف کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و دبیرکل سازمان ملل را برانگیخت. آقای کارتر گفت ایالات متحده تعداد پایگاه‌های زمینی رهگیر موشک را در آلاسکا و هوایی از 30 به 44 افزایش خواهد داد. در میان ژاپن و کره جنوبی هشدار دادند هر گونه موشک کره شمالی را که بخواهد وارد حریم هوایی آنها شود هدف قرار خواهند داد. دیپلمات‌ها در شورای امنیت وعده کردند تحریم‌های تازه‌ای در ارتباط با آزمایش اخیر اتمی کره شمالی بر آن کشور اعمال شود. ولی در مورد حمایت چین، متحد عمده کره شمالی از این تحریم‌ها تردید وجود دارد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.